امروز در حقیقت هفتمین روزیست که من بعد از 17 سال از انگلستان اومدم بیرون. شاید 18 سال. راه ما راه به سوی میهنه. امید ما آزادی این میهنه. شاید تاریخ با دست کم مرگ من، شما تندرست باقی بمونید، این روز رو و این فیلمی رو که امروز گرفته میشه بارها و بارها تو رادیو تلویزیون ایران آزاد شده نشون بدن و ببینن که ما با چه وضعی از کجا شروع کردیم و چه تیمی با چه سادگی و بی‌آلایشی و بی‌پیرایه‌ای میریم برای آزادی یکی از بزرگترین کشورهایی که بزرگترین گرفتاری تاریخ داره. سالهای آوارگی، سالهای خانه بدوشی تا اونجایی که توانستیم بدون تردید اون چرا که باید برای آگاهی دادن انجام دادیم. این من فکر نمی کنم به بدهکاری روی دوش ما باقی مونده باشه از نظر دادن آگاهی های تاریخی، سیاسی، اقتصادی، جغرافیایی. اون چی که مربوط به کشور ما و مصیبت های ملی ماست ما اونا رو رسوندیم. یکی از برخی از دوستان میگن که خب آقا شما بشین و آگاهی بده، آگاهی ها رو دادی و باز هم آگاهی بده. من همیشه گفتم که خب این مصیبته، شما مغز یک ملت رو برو روشن کن، آگاهش بکن، بعد بگذار تو زندان. این ظلم ستمه. اگر بگذاری ناآگاه باشه و در زندان باشه دردش کمه، ولی شما آگاهش کنی و زندان نگرش داری دردش خیلی بیشتره. امروز روزیست که ما باید این درد رو، این درد سنگین رو از روی دوش فرزندان کشورمون بزوداییم و به یاری اهورامزدا این کار رو خواهیم کرد. هفتمین روز یا هشتمین روز خروج من از انگلستان. دوستانی که در آینده این گفتگو رو میشنوند حتما میدونن که یک سال و چهار، پنج، شش ماه ترافل دکومنت یا وسیله سفر من به وسیله دولت انگلستان گرفته شده بود و اما من به خواست بچه های درون میهن اراده کرده بودم از کشور بزنم بیرون و خب صحبت شده بود با چند تن از دوستان که وسیله سفر برای من فراهم بکنن و هفته پیش از کشور خارج شدم. البته مسیر ما اینجایی بود که باید در یک مکانی با مهرازین گرامی و با دیگر یاران برخورد میکردیم که البته یاران دیگری هم هستن که گام به گام داریم به تعدادشون افزون میشه و به یاری اهورامزدا نمیتونیم بیشتر از این توضیح بدیم در این لحظه از نظر احتیاط. فرزندان خوب میهن هم در درون میهن در حالتی هستن که به یاری خداوند، چون میدونم این فیلم بعد از آزادی میهن پخش خواهد شد، بچه های میهن هم در حالت آماده باش هستن که به یاری اهورامزدا اون ضرباتی رو که باید به پیکر رژیم ننگین اسلامی بزنن به یاری اهورامزدا هر چه زودتر وارد بکنن. ما پنج دلاوران که از یک پشتیم بر عرصه روزگار پنج انگشتیم. گر فرد شویم در نظرها علمیم، بر جمع شویم بر دهانها مشتیم. آینده ایران. به پاخیز ای ستبر مهربانم، به پاخیز ای تو مرگ دشمنانم. به من بنگر که من مام تو هستم، منم کاغاز و فرجام تو هستم. من ایرانم، منم خون در تن تو، منم افتاده در خون میهن تو. به پاخیز ای دلاور مرد کردم، سه ترکم نازنینم پور گردم. به پاخیز ای لور شیروژن من، به پاخیز ای لور شیروژن من. بلوچ ای پرتوان مردفکن من، به پاخیزید هان ای گیل مردان. دلیران
هم دلان ای هم نبردان، به پا خیزید ای بابک تباران، به پا خیزید ای گردان دوران، به پا خیز ای تهمتن مرد جانباز، تو ای فرزند خوب از خاک اهواز، به پا خیزید ای چابک دلیران، به پا خیزید ای گردان دوران. منم مام شما ایران ویران، تنم پر زخم از شمشیر دشمن، سراپایم همه درد است و شیون. من آن مام شما ایران زمینم، کثیر تازی و رسوای دینم، رهانیدم از این دزدان غدار، ز اسلام این بدائم پیش خونخوار. تنم فرسوده جانم پر ز درد است، نیاز من به تو مردان مرد است. به پا خیز ای ستبر مهربانم، به پا خیز ای تو مرگ دشمنانم، به من بنگر که من مام تو هستم، منم کاغاز و انجام تو هستم. من ایرانم، منم خون در تن تو، منم افتاده در خون میهن تو. به پا خیز، به پا خیز، به پا خیز.